با درود و سلام عزیزان بیننده، امیدواریم که صحتمند و سر حال باشین. یک موضوع خیلی مهمی که در چند روز اخیر زیاد در فیسبوک ها میبینم و دیشب یک نفر امی اسکرین شات را برای از ما روان کرد، موضوع ثبت نام برای ویزه های کشورهای خارجی است. شما در فیسبوک سلمونین خیلی پیجای تقلبی جور شده که مگر مثلا شما را مو برای کشورهای مثل کانادا، آمریکا، استرالیا، جرمنی، ایتالیا ثبت نام مونیم. اول امیه که شما سفیز مرا در چند گروپ شیر کن و در قسمت کامنت PDF نوشته کن و بعد از اون فرم را برای شما روان مونیم. خب اولیه که این نفرا برای ای که امو پیچ لایک و کامنت بیشتر بگره و در بین مردم به اشتراک گذاشتش نه این کار رمونه، و دوم چیزی که بسیار خطرناک است دوستای عزیز، اسنادایشیم در گیر افرادی از پاکستان و ایران مفته و اونا از اطلاعات شما استفاده نه و میتنه در کشورهای خارجی درخواست پناهندگی بده. شما وقتی اسناد را برای یک درخواستی روانین، نام منطقه خو نوشتنین، شماره تلفن خو نوشتنین، اسنادهای تحصیلی خو، تذکره الکترونیکی خو، عکس پاسپورت، تمامی چیزایی را که مثلا یک نفر ایرانی باشد برای کیس پناهندگی یا پاکستانی باشد برای کیس پناهندگی نیاز داشته باشد، شما اونا را در دسترس از اونا قرار میگیرین. و البته زمزمه هایی هست در ما از چند جای دیگه شنیدم که احتمال داره که خود طالبانم صفحه های را جرگ ده باشد و دنبال کسایی باشد، یک آرشیو جرگ نه، کسایی که از داخل افغانستان همراه آمریکایی ها کار ده باشد یا همراه نهادهای حکومتی کار ده باشد، اینا را توسط امیر رقم یک تکنیک تمام اطلاعات از اینا را جمع کنه. حتی ما یک چتی که همراه یک شماره واتساپ شده بود دیدم، واقعا خنده‌آورم است، ولی خیلی کسا امیر قبول هم مونه که نفر نوشته داد سلام لالا در کجا رسیدی، بازو در جواب نوشته داد که تشکر لالا جان، زنده باشی، من فعلا در قطر هستم، دیگه زیاد وقت ندارم، تشکر از اینکه کارهای من را انداختی، یک جهان تشکر. باز در مو صفحه که بریم خیلی کسا کامنت دیده که مو اسنادای خرا روان کدیم، همراه امزی شماره به تماس شدیم. بعد از یک شما اسنادای روانی، نفر در مقابل شما 500 افغانی کردیت موبایل میخواید. وقتی کردیت موبایل دم شما روان کدین، نفر شما رو بلاک مونه و هیچ جواب نمیده. این تنها یک مثال کوچیک از صفای اسکم که در خارج چی مگه و مو شما اونا را فریب مگیم. خیلی صفات زیاد واسه شده، حتی بعض سایت ها جور شده که سایت ها مثل که شما فکر نین این سایت واقعا اصلی باشد، خیلی قشنگ دیزاین کرده و حتی ایمیل هایی را که شما بعد از این که امی اسناد روانید، امو ایمیل هایی که تقریبا قبلا از طرف سایت ها روان میشد اونا را کپی مونه و بخشی شما فوروارد مونه. کوشش کن در دامی این رقم سایت ها، این رقم افراد استودیو نفتین، اصلا اطلاعات شخصی خود را برای کس روان نکن. تنها زمانی که شما مفهمین امی ایمیل آدرس از آدرس اصلی امو سفارت یا از سایت مهاجرت امو کشور گرفته شده، او اسنادای را روان کن. و برای از که بفهمین واقعا امی ایمیل آدرس رسمی یک کشور است یا نیست، یک رای بسیار راحت وجود داره. سلکن که کشوری مثل آمریکا همیشه ایمیل آدرس رسمی شی یا سایت های رسمی که استفاده مونه مربوطی خودی دولت میشه آخرش GOV است. یعنی مثلا اگر شما ایمیل آدرس مربوط سفارت کابل را، سفارت آمریکا در کابل سرکنید، آخرش GOV است ولی مربوط گورنمنت میشه. امی رقم از کانادا آخر سایت های رسمیش CA است و امی رقم ایمیل آدرسی که استفاده مونه مثلا هر چیز اولش باشد آخرش .ca است. مثلا از استرالیا .eu است، مثلا از جرمنی .de است. اینا را خیلی خیلی متوجه باشین. اگر ایمیل آدرس های دیگر دیدین که مثلا .com است، مثلا .net است،
اینا کسته مدار اعتبار نیست، خیلی کوشش کنین که اونا رو 100% اول یقین ثابت کنین که واقعا او سایت ها یا او ایمیل آدرس اصلی است، و بعد از او اسناد خو خصوصا کسایی که مثلا در حکومت کار کرده، نهادهای امنیتی کار کرده، قبلا همراه آمریکایی ها کار کرده، اسنادهای اونا بسیار محرم و بسیار مهم است، نباید در دست افراد سجو بفته. خیلی ها که همیت اسنادهای مهم روان کرده از اونا بعدا مثلا پول خواسته است، 2000 3000 که شما را 100% روان مونه، مثلا خیلی چیزای قلابی رو برایش روان مونه که نی نفر رو مثلا اکسار روان نکه داخل تیاره اینا رسیده، یعنی را مو برایش چی جور کدیم، اسناد جور کدیم، ویزا کشیدیم، اونا رفته رسیده، یعنی هم مدرک شی. حتی وضعیت او قدر خراب است که قبلا مو شمو در لب سرک کابل اونجا می دیدیم که مردم همون یک دنه کامپیوتر همراه یک دنه لسپیکر چکنه اشتاد آهنگ میشت و میموری را آهنگ میزد، یالی در نزدیکای میدان هوایی سلیم که مرقم کامپیوتر را برده مردم، یک دنه بیتری بردم، اونجا یک دنه پرینتر رو یک مولید بردم، کسایی که مایا اونا را مگه فقط پاسپورت داشته باشین، تذکره داشته باشین، اونا را اول می کسکن نه یک کپیر خودون چی میگره، بعد از او خلاصه یک کاغذی که مثل ویزا واری است او را برایش میکشه، اون امور مگه میره در دیست گرفته برین شما داخل میله. یکی از دلایلی که بسیار زیاد شلوغ شد این می مسئله است که خیلی کسا اسناد تقلبی را از یک جای جور کده یا پیدا کده یا ایمیل هایی که دریافت که مثلا برای یک نفر امون نفر هایی که تقلب کار است برای از اونا مثلا پیام ده اونا هم ده جواب شی، خلاصه که تشکر از ایمیل شما، شما مثلا ویزه شیم چی موشه قبول شده، بعد از او یک مقدار پول خواسته، کریدیت خواسته، یه بیچارگم روان کده و اونا همون با اسناد تقلبی روزها شبها دان دروازه میدان هوایی منتظر بشی، خیلی هایش هم زیر پای شد، خیلی هم شهید شد، ما حتی ویدیو یعنی ویدیو رسل کن که نفرات داخل همو آوی چتل کسته داخل از او ساعت ها منتظر شده، حتی شو ما ویدیو رو دیدم که نفرات در شو داخل اونم رقم یک جوی بود اون که آوی کسیف است داخل از او استش و استش و ایده ور توشکوده ور خیلی کسا داخل از او آو مفته. دیگه این موضوع خیلی مهم است، خود چیم، دوستای چیم، فامیلای چیم، برای زنا خبر بدین که اصلا اسناد خورا برای سایت های تقلبی، برای پیج های فیسبوک که تقلبی است روان نکنه، این بسیار خطرناک. تمام راز زندگی خود است که کار کرده، در جا درس خونده، شماره تلفن خو، تذکره الکترونیکی خو، عکس پاسپورت خو، تمام شده بخشی یک آدمی که اصلا قابل اعتماد نیست آدم روان کنه، واقعا این بسیار خطرناک است. متوجه باشین، همراه فامیل، همراه دوستای خو این موضوع را به اشتراک بگذارین، چون بدون از این که شما در کشورهای خارجی در مو ایمیل آدرس اصلی ایمیل نکنین و شارت لیست نشین و از اونجا برای شیم یک کانفرمیشن یا تاییدیه نیا که اسناد شما قبول شده و شما واجد شرایط از این شدن که بر از افغانستان انتقال پیدا کنین و بعدا اونا برای شیم مستقیم زنگ میزنه و شما رو میگه در کدام ساعت در کدام دروازه فرودگاه باین. دیگه این چیزها رو بسیار جدی بگیرین که در دام افراد سودجو نفتیم. خوش و خوشحال و سرحال باشین، با امیدی که مشکلات حل شنه و دیگه شاهدی از این باشیم که مردم دان دروازه میدان هوایی و قدر شلوغ کنه و خیلی کسا اونجی صدمه بگیرنه. سرحال و سلامت باشین، خدا نگهدار.